سرنوشت برجام، هراس، سردرگمی و فرافکنی. در آستانه پایان مهلت ضرب الاجل آمریکا در مورد برجام، دولت روحانی دست به ترفند تبلیغاتی جدیدی زده است که در کلمه فرافکنی خلاصه می شود. روحانی در سخنرانی اخیر خود مدعی شد که گویا با اعلام نرخ 4200 تومانی ارز و مهار آن بر آمریکا سبقت گرفته و کاری را که در 22 اردیبهشت می خواهد بکند نقشه براب کرده و الان آمریکاست که دچار سردرگمی است و نمی داند چه کار باید بکند. همین خط را جهانگیری معاون روحانی هم در سخنرانیش در همان جلسه رفت و مدعی شد که گویا رژیم برای همه شقوق برنامه دارد و هر تصمیمی آمریکا بگیرد هیچ مشکلی پیش نمی آید و کوچکترین اتفاقی نمی افتد. این ادعاها در حالی است که کارشناسان سیاسی وابسته به باند روحانی نسبت به خطرناک بودن شرایط هشدار می دهند و اکیداً توصیه می کنند که مبادا در برابر آمریکا دست به اقدام عکس العملی بزنیم و تنها راه نجات گفتگو و مذاکره است. گزیده ای از این اظهارات ضد و نقیض آخوند روحانی اول اردیبهشت: تصمیم اخیر ارضی کار را برای قاچاق سخت کرده است. آنها هم که می‌خواهند پول از کشور خارج کنند دچار مشکل شدند. البته ممکن است در آینده شیوه دیگری اجرا شود. از سوی این تصمیم پیشاپیش تودهنی برای تصمیم آمریکا در روز 22 اردیبهشت است. تمام امیدها این بود که علیه ملت قدم بردارند تا بازار داخلی به هم بریزد. من به مردم قول می‌دهم توطئه دشمن نقشه براق شده و چه برجام باشد چه نباشد ما مشکلی نخواهیم داشت. خود نظام آمریکا هم نمی‌داند در 22 اردیبهشت می‌خواهد چه بکند. آنها نمی‌دانند ساعت بعد رئیس جمهورشان چه می‌خواهد بکند. این شده زندگی مردم آمریکا و این یکی از نقاط بسیار عجیب در تاریخ آمریکا است. ما هم برای برجام برنامه‌های لازم را تهیه کرده‌ایم. جهانگیری معاون آخوند روحانی اول اردیبهشت: آمریکا تصور می‌کند با خروج از برجام ایران دچار مشکل جدی می‌شود، در حالی که ما برای همه شرایط برنامه داشتیم و دغدغه‌ای نداریم. ما برای اداره کشور بدون برجام هم برنامه داریم، اما مهم این است که مدیران پای کار باشند. بدون برجام کوچکترین اتفاقی برای کشور نمی‌افتد. علی بیگدلی، کارشناس رژیم اول اردیبهشت: اکنون در شرایط حساسی به سر می‌بریم و در حال نزدیک شدن به نقطه حساسی هم هستیم، ولی اگر بخواهیم در برابر نقض برجام دست به اقدامات انتقام‌جویانه بزنیم کار نادرستی خواهد بود و نباید به سرعت تحت تاثیر اقدام ناشایست ترامپ قرار بگیریم تا فضا را بیشتر از اینکه هست تیر و تار نکنیم. چنانچه ترامپ خدای ناکرده برجام را نقض کند، طبیعتاً تحت تحریم‌های سنگینی که قبلاً هم وجود داشته به طور خودکار قرار خواهیم گرفت. لذا دست زدن به اقدام سریع و بیدرنگ می‌تواند به منزله یک خودزنی سیاسی باشد و نباید سیاست انتقام جویانه را به کار گیریم، بلکه باید باز هم صبر کنیم و شکیبایی به خرج بدهیم تا ببینیم با اتحادیه اروپا تا کجا خواهیم رسید. بنابراین هر گونه دست زدن به اقدام انتقام جویانه بلافاصله بعد از نقض برجام از سوی آمریکا کاری اشتباه خواهد بود. روزنامه حکومتی شرق اول اردیبهشت: اروپا با برجام چه می‌کند؟ مسئله این است که ظاهراً تیم ترامپ تصمیمی راهبردی درباره منطقه و فشار به ایران گرفته و مهمترین حربی آنها برای پیشبرد این تصمیم اعاده تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران است. در چنین شرایطی تنها یک توافق بسیار پیچیده و بغرنج ممکن است به توفیقی حداقلی برای تلاش‌های اروپا بیانجامد. سفر ماکرون و مرکل به واشنگتن در 24 و 27 آوریل آخرین فرصت آنها برای تعدید مواضع ترامپ خواهد بود. روزنامه حکومتی اعتماد اول اردیبهشت: ما نمی‌توانیم صبر کنیم و به امید اقدام دیگران بایستیم. ترامپ با گفته‌ها و عملکرد رذیلانه خود خصوصاً نسبت به برجام تا کنون بدعهدی فراوان به خرج داده و منافع ایران در برجام را با چالش مواجه ساخته است. اگر جمهوری اسلامی ایران نتواند از امتیازات برجام خصوصاً در بعد اقتصادی استفاده کند، هیچ دلیل عقلی و منطقی برای ماندن در این توافق وجود ندارد. ای کاش از ابتدا هم در اصل برجام این بند نبود که آمریکا هر 3 ماه یک بار باید نسبت به ماندن یا خروج خود تصمیم بگیرد.
حسن بهشتی پور کارشناس رژیم اول اردیبهشت: چنانچه اروپا می‌خواهد سایر مسائل مورد اختلاف با ایران را مورد پیگیری قرار دهد، در درجه نخست باید ترامپ را به ماندن در برجام و سپس اجرای کامل همه تعهدات این کشور ترغیب کند تا ایران از مزایای آن به خوبی بهره مند شود. در چنین فضایی است که میتوان به ادامه یافتن گفتگوهای ایران و غرب درباره سایر مسائل هم امیدوار بود. اما پیش از آن باید دید که اروپا قادر است در گام اول دولت مردان آمریکا را به حفظ توافق هسته‌ای راضی کند یا نه. پیروز مجتهدزاده کارشناس رژیم اول فروردین: برجام 100% به زیان ایران تمام شد. دولتی ها چند وقتی است که در برابر برجام سکوت کردند. دولتی که تا قبل از توافق برجام شاه کلید تمام مشکلات کشور را برجام می دانستند، ولی امروز بعد از آن توافق کدایی از هیچ کدام از مسئولان دولتی خبری نیست تا پاسخ مردم در این زمینه را بدهند. برجام 100% به زیان ایران تمام شد. می گفتند برجام اگر امضا نشود جنگ جهانی سوم رخ می دهد. آقایان و مسئولان دولتی بیایند در رسانه ها و امروز از برجام دفاع کنند. چرا همه آنها در سکوت به سر می برند؟ بیایند به مردم بگویند که برجام هیچ عایدی برای مردم و کشور نداشته است.